یکشنبه 27 فوریه 2012 برای نخستین بار در هلند فیلم تابوی ایرانی به نمایش درآمد. مستندی از رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی مقیم هلند که ویژه دشواری‌های زندگی جامعه بهائی در ایران هست. چه در سالهای پیش از انقلاب و چه در سالهای پس از انقلاب اسلامی 1357 که مهاجرت گسترده بهائیان را از ایران هم در پی داشته. من کسانی هستم، ما دانشجوی رشته حقوق هستیم و متأسفانه در کشور ایران از تعیین‌ترین حق خودمون که حق تحصیل هست در مقطع عالی محروم هستیم. برنامه نمایش فیلم که با همکاری مرکز بهائیان هلند در نزدیکی شهر نایمخن در شرق کشور سازماندهی شده بود، در برگیرندگی برنامه‌های سخنرانی و پرسش و پاسخ هم بود. رضا علامه‌زاده، کارگردان که در سال 1984 ایران را ترک کرده، ساخت فیلم داستانی میهمانان هتل آستوریا بر پایه فرار مهاجران ایرانی از راه ترکیه رو هم در کارنامه کاری خودش داره و همچنین ساخت مستند جنایت مقدس درباره قتل مخالفان دولت ایران در اروپا. برای ساخت مستند تازه که بخش عمده اون در داخل ایران میگذره اما امکان حضور در محل رو نداشته و با یاری دوستان و همکاران و به ویژه شماری از بهائیان مقیم ایران به گردآوری و ضبط تصاویر پرداخته. اما ساخت مستند بدون حضور مستندساز در منطقه چگونه ممکنه؟ رضا علامه‌زاده دقایقی پس از نمایش فیلم به رادیو زمانه گفت: خیلی چیز حساسی بود، برای اینکه از یه طرف مشکلی بود که فکر کنم آیا اصلا میشه اینو حلش کرده، از یه طرف دیگه انگیزه قوی در من ایجاد کرده بود این کارو بکنم. خودتون بذارین جای من که من 40 ساله بودم از ایران اومدم بیرون. بعد تمام این سالها من فیلم ساختم و همیشه آرزوم بود که یه تصویرم شده داخل ایران بگیرم و نمیتونستم. با تکنولوژی امروز و با امکانات جدیدی که اینترنت و دوربینای کوچولو و اینا ایجاد کرده، حس کردم شاید بتونم این کارو بکنم. راستش بخوام، من قبل از اینکه تصویر نهاییمو در مورد ساختن این فیلم بگیرم، این تصویرها رو گرفتم. نه همه تصاویری که شما دیدید که در ایران فیلم برداری شده، بلکه قسمت‌های مهم برخی از اونا رو گرفتم. فیلم روندی داره که شما مصاحبه‌های مختلف رو نشون میدید، اطلاعات و مدارک تاریخی رو از منابع مختلف نقل می‌کنید، ولی در دقایق پایانی فیلم یک چرخشی رو ما می‌بینیم که شما خودتون هم وارد داستان میشین و در واقع عقاید خودتون رو هم در مورد موضوع بیان میکنید. این یه مقدار در تقابل قرار نمیگیره با بی‌طرفی شما در ارائه اطلاعات و مدارک در این فیلم؟ من به عنوان یه فیلمساز اصلا بی‌طرف نیستم. من کاملا طرفدار آزادی بیان هستم، طرفدار خیلی جدی و پرکار دفاع از حقوق اقلیت ها یا هر کسی که حقوقش نقض شده هستم. هیچ بی‌طرفی در هیچ جای فیلم نیست. به صراحت نگاهمو میگم، تمام فیلم از سر تا تاش همینه. اما تو این فیلم من بعضی جاها خودم هم در فیلم هستم، یعنی عقایدم از زبان دیگران گفته نمیشه و اونم به این خاطر بود در این فیلم که تنها فیلمیست که من تصمیم گرفتم خودم جلو دوربین قرار بگیرم، به لحاظ اهمیت موضوع بود. عنوان فیلم همینجوری تابو نشده، واقعا یه تابوه. هنوزم که من این فیلم ساختم حس میکنم یه تابوه، یعنی من وارد یه مقوله شدم که این مقوله به راحتی نمیشه آدم بیاد توش و ازش در بیاد. این بود که من میباید از همه امکاناتم استفاده میکردم که این فیلم قانع کننده در بیاد و پیدا بشه که من دارم واقعا هدفم دفاع از حقوق انسانی یه دست. باید یکی به صورت شریک باشه که پروانه کسب رو به نام اون بزنم که فردا نتونم بیان اول من مصادره کنم به عنوان یک فرد بهائی. اینجوری مغازه رو به نام اون میزنیم یا فرمانه کسب رو با هم شراکت داشتیم. دیگه بالاتر از پاسپورت که نیست که ما مینویسیم باهایی و به همون پاسپورت میدن. پس منم مینویسم باهای شما شغلم رو به هم بدید. احتمال یک سو جلوگیری شده باشد. دولت در اجرای مندیات عرارت همایون شاهنشاه به احساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیازمندیهای عمومی میباشد. توی فیلم یه بخش صدا هست که از آرشیو رادیو تهران هست از 1955. میتونم بپرسم اون قسمت رو چطور به دست آوردید؟ بله، اون قسمت رو یکی از بهائیان در
نیویورک اون رو داشت تو حالا آرشیوش بود در کجا بود اون رو از اون طریق در اختیار من گذاشت. تصاویری هم که من بعد رویش گذاشتم هم مال خود همون تخریب معبد چیز حضرت القدس، اینا هم تصاویری بود که فرزند کسی که خودش از این محل فیلم گرفته بوده و خونش مقابله بوده با دوربین های کوچولوی اون زمان از پنجره فیلم گرفته، اون رو در اختیار من گذاشت. این فیلم بدون کمک خود باهایا غیر عملی بود. یعنی شما وقتی فیلم راجع به یک گروهی میسازی، به هر حال اونا امکاناتی که دارن در اختیار نذارن نمیشه. من در واقع اصلی ترین امکاناتم آدمایی بودن که این آدما حاضر شدن برای من فیلم بگیرن، ریسکشو کردن.